من با کلیت گزارش سیاسی تشکیلاتی موافقم، با وجود ملاحظه بر سر جزئیات و یا اینکه فرمول بندی ها. راجع به سازمان جوانان، این اولین باری نیستش که تو کنگره های ما بحث بشه. ما تو کنگره ها و کنفرانس های دیگه هم این بحث رو مطرح کردیم. متاسفانه هر بار رهبری حزب گفته که برید شماها جوانا تشکیل بدید، ما مخالفتی نداریم، در حالی که اینطوری سازمان جوانان تشکیل نمیشه رفقا. همونطور که رفیقمون حباس سماکار اشاره کردن، سازمان جوانان ریشه حزب سیاسی و سازمان سیاسی و اجتماعی میتونه باشه. بیدلیل نیست که آندرس بریویک تو نروژ میره دقیقا سازمان جوانان حزب کارگر رو نشونه میگیره و تعداد 70 نفر از جوانان، این چون به دلیل بوده. همین الان یونستوبرگ نروژ که رئیس جمهورشون هست، دورانی که تو حزب تو سازمان جوانانشون بوده، حزب سازمان جوانشون بوده و به این درجه رسیده، لیدر حزبشون. پس به این نتیجه میرسیم تو سازمان جوانان ما هم همون جوانا دیگه میتونن به قول معروف پرورده بشن و به درجه رهبری برسن. آخرین موضوع رو که راجع به استراتژی حزب، رفیق ناصر نسیمی ببخشید گفتن که لازم نمیبینم من 30 سال تو این حزبم. اتفاقا من برعکس ایشون، من فکر میکنم که تو هر دوره از کنگره و کنفرانس های ما لازمه که استراتژی حزب و برنامه اساسنامه حزب یک بار بازخوانی بشه. چه اشکالی داره؟ همونطور که رفیقمون ابراهیم علیزاده گفتش، در به کار بردن کلمات باید تلقیق و خلاصه در جای خودش، به خاطر اینکه استنتاجات اشتباه ازشون نشه. با سلام خدمت رفقای هر دو سالن. چیزی که من در بحث هیچ کدوم از رفقا ندیدم این بود که جاش خالی بود. براستی جاش بود که ما هممون ضمن قدردانی از کار و زحمات این دوره رفقای کمیته مرکزی که واقعا زحمت کشیدن و این دو سال رو طی کردن قدردانی بکنیم. و من خودم با اسنادی که در این کنگره ارائه شده خودم رو همجهت میبینم، در این مورد صحبتی ندارم. اما اینجا صحبت روی این شد که واقعا صحبت خیلی زیادی شد روی مسئله توده‌ای نبودن ما، اما باید دلایلش رو ببینیم این دلایل کجاست، در صورتی که ما واقعا انسان‌های توده‌ای هستیم، انسان‌هایی هستیم که توی کردستان تونستیم تمام اعتصاباتی را بندازیم. اما بالاخره این حزب تونسته با سیاستاش خودشو، سیاست‌های درستی که داشته، خودشو جا بندازه. اما مسئله توده‌ای نبودن ما تو چیز رفقا؟ من فکر می‌کنم حزب ما سکتاریست نیست، اما اعضای حزب سکتاریست هستیم. رفقا ما باید جایی که بورژوازی و ناسیونالیسم وجود داره ما باید حضور داشته باشیم، میدان رو برای اونا خالی نکنیم. ما در جمعی که اونجا ناسیونالیسم و بورژوازی هستن ما باید اونجا وایسیم، حرف خودمونو بزنیم، این میدان رو برای اونا خالی نکنیم. اما در اینجا ما آوردیم کسانی که به ما نزدیک بودن، کسانی که الان به هر دلیلی از ما دور شدن، همشون رو کنار گذاشتیم. به نظر من این شیوه اصلا درستی نیست. ما باید کاری کنیم که بتونیم با رفقای خودمون رابطه بیشتری داشته باشیم و بتونیم کسانی که امروز در جامعه ما هستن، از کسانی که چپ منفرد هستن، از دوستان قدیمی خودمان، به همه اینا سر بزنیم و بتونیم اینا رو جذب حزب کنیم. سلام به رفقای هر دو سالن، امیدوارم خسته نباشی. قبل از هر چیز من تشکر میکنم از رفقای کمیسیون برای تهیه گزارشی که تهیه کرده بودم و در دسترس ما قرار داده بودن. و در ضمن رفقا، این با دستتون درد نکنه، با توجه به کمی وقتی که من دارم فقط میخوام به چند نقطه اشاره بکنم. در مورد گزارش سیاسی و گزارشی به نظر من ما کمبود نوشته و گزارش رو نداریم. من از جایی کتاب دونم به متود احزاب که حزب رو نگاه میکنیم، تمام این حرف نوشته هایی که ما داریم واقعا بوده،
یعنی در دسترس ما بوده و نوشته شده و خیلی شفاف و روشن تا این مدت 37 سال در دسترس تک تک افرادی که تو این حزب بودن زحمت کشیدن و اینا رو قرار دادن. ولی مهم اشکالی که در این به نظر من که در این رابطه که چرا عملی نشده و چرا تا حدودی در جا زده و امروزی به اینجوری شده است، من فکر میکنم در رابطه با سبک کار و شیوه کادر پروری و شیوهی بوده که در این رابطه به کار رفته است در رابطه با رفقا. در ضمن یه چیزی که از رفقا مطرح کردن، یکی از رفقا مطرح کردن در رابطه با جنبش دانشجویی بود که من این با بود که خیلی به نظر من جای خودشو داره. ما میدونیم که جنبش دانشجویی یکی از اون جنبش هایی است که در تمام مبارزاتی که وجود دارن نقش فعالی داشتن و همچنین ما میدونیم و در مبارزات سیاسی که در ایران و قرار گرفته در این مدت نقش فعال و برجسته‌ای داشتن. و زمانی که ما میدانیم که مارکسیستا هستند از طرف روشنفکران انقلابی و کمونیست است که به درون طبقه کارگر راه پیدا میکنن و میتونن در این رابطه نقش برجسته‌ای باشن، متاسفانه تو این گزارش صحبتی از این جنبش نشده بود که جای خودش که به نظر من به این توجه بیشتری بشه و به خاموشی سپرده نشه. در ضمن در مورد مسئله زنان ما میدونیم که در تمام کنگره هایی که ما داشتیم مسئله زنان مورد بحث قرار گرفته است و خیلی هم صحبت شده است و در این رابطه هم تشکیلات قدم های مثبتی رو برداشته است. مثلا به عنوان نمونه بیانیه حقوق زن و خیلی کارهای دیگری در رابطه با زنان انجام شده است، ولی متاسفانه به دلیل همون نبودن شیوه کار و شیوه سازماندهی و آگاه نبودن بر کاری که ما میخواییم انجام بدهیم همیشه در حالت رکود قرار گرفته است. در رابطه با همون احزابی که به نظر من این یه نقطه مثبتی است که ما میتونیم با احزاب به عنوان مثال رفیق سیبراهیم مسئله کمپین 1,000,000 امضا را صحبت کردن که ما میتونیم با این احزاب با این کسایی که تشکل ها با هم دیگه نشست داشته باشیم میتونیم با هم کار بکنیم، ولی در اونجاست که ما میتونیم نظرات و افکار و خودمون رو به جا بنشونیم، یعنی مطرح بکنیم و حقانیت خودمون رو نشون بدهیم. در مورد جوانان، ما جوانهای زیادی در ردیف این تشکیلات داشتیم. ما میدونیم در مدت این مدتی که رفقای زیادی به خارج مسافرت کردن، به عنوان نمونه من میتونم هلند رو اسم ببرم، هلند نزدیک 100 نفر از افرادی که اونجا هستن همه جوان هستن. در سطح فکر کنم بالاترین سنی که دارن نمیرسه به 40 سال، من که فکر میکنم بیشترم گفتم. این همه جوانی که اینجا نشستن هستن، بخصوص در کشورهای دیگری هم اروپا و در تمام دنیا به دلیل این مهاجرتی که پیش اومده بوده، و اینم بر میگردد باز هم به شیوه کاری که ما داشتیم، به شیوه کم توجهی به کادر پروری، به شیوهی که این رفقایی که اومدن اینجا و در اومده اینجا مبارزه کردن، من میدونم هر کدام با افکار و با دیده هایی که در این جامعه که جمهوری اسلامی همه در همون زمانی متولد شدن و با این افکار عقب افتاده و فاشیستی و ضد انسانی جمهوری اسلامی پرورش پیدا کردن و وقتی که به صف حزب کمونیست راه پیدا میکنن و کماله رو اینجا رو ترجیح میدهن به حزب دموکرات و جاهای دیگه، به نظر من این یه نقطه مثبت بزرگی است که ما باید در جهت آموزش این رفقا قدم برداریم. یک بینش کاملا ذهنی و در بهترین حالت آرمان خواهانه و یک بینش هم واقع بینانه و که به شیوه پارو زمین داره. من به دو دلیل اینو میگم. یکی
در بس سراسر شدن و کارگری شدن و تودهی شدن حزب ما. رفقا همه ما میدونیم که سراسری شدن و کارگری شدن یک حزب شرایط و ملزومات خودشون میطلبه، اراده گرایانه نیست، بعضا همه این مقبوله مهم در دست ما نیست، یعنی واقع بینانه نیست. ما همه اشکالات رو که داریم منکرش نمیشیم، ولی این قضیه، این مقوله، همه اشتباهاتش به کمکاری و بعضا پیشنهاداتی که رفقا به حزب وارد کردن بر نمیگرده. واسه برای اینکه یه حزب سراسری بشه، کارگری بشه، بعضا در بطن تحولات و انقلاب، این توجیه کمکاری نیست، این یک واقعیت علمیه، این عملا این توریه. در بطن تحولات و انقلاب با اتخاذ سیاست‌های درست اصولی یک حزب میتونه توده‌ای بشه. در غیر این صورت هر چقدر ما تلاش کنیم کادر پرورده کنیم، هر چقدر آموزش بدیم، هر چقدر تلویزیون تبلیغ، حزب نمیتونه توده‌ای بشه. اینا اشکاله، باید تقویت کنیم، باید این حزب رو از این لحاظ تقویت کنیم، تبلیغات خودمون رو وسیع‌تر کنیم از اینی که داریم، ولی با اینا حزب توده‌ای نمیشه، اشکال به وجود میاره. همونطور که من خود شرایطم در بطن تحولات به تنهایی، من اعتقاد ندارم که ما منتظر بشیم تا این تحولات پیش بیاد. من میدونم در نتیجه این پاسیفیزم درست میشه، ولی این برداشت که حزب ما از طریق پرورده کردن کادر و تبلیغات وسیع‌تر و نمیدونم اتخاذ سیاست‌های دیگر که تا حالا نکردیم، مثلا بعضی رفقا پیشنهاد کردن تقاضای مثلا خاص کسب قدرت سیاسی، اینها راه رسیدن به توده‌ای کردن حزب نیست. اگه در نظر نگیریم ملزومات و شرایط و که تحولاته که خود انقلابه، همطور تجربه کومله رو داریم، سال 57 کومله با همین تعداد کادر در دل تحولات با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، مثل ایجاد بنکه‌های شهری، مثل کوچه مریوان، درست کردن سازمان‌های مربوط به زنان، توده‌ای شده. این حزب هم دقیقاً مثل کومله باید این شرایط واسش ایجاد بشه. ما در مقابل مخالفین قبلا حزب همین استدلالو کردیم. بعضن هم رفقا میان اینجا مثلا میگه ما به دلیل اینکه تبلیغ نکردیم، ما به دلیل اینکه مثلا مکانیزمای پرورده کردن کادر رو نداشتیم، این حزب توده‌ای نشد. این مکانیزمای پرورش کادر رو باید داشته باشیم. یه دلیلی دیگه که من فکر کنم یه بینش ذهنی گرایی و آرمانخانه دیگر که دور از واقعیت در مقوله قطب چپ، ایجاد قطب چپ. رفقا ما در خارج کشور با احزاب و این جریاناتی که در خارج کشور است نمیتونیم قطب چپ درست کنیم. وقتی که ما میگیم این جریاناتی که با ما داریم نشست برقرار میکنیم به هدف ایجاد قطب چپ پای اجتماعی ندارن، اینا تهمت نیست، این واقعیته. ما خودمون میگیم باید پای اجتماعی داشته باشیم. ما میخوایم قطب چپ از داخل جامعه درست کنیم، قطب چپ رو داخل جامعه درست کنیم. با ائتلاف احزاب در خارج کشور نمیشه قطب چپ درست کرد. من نمیتونم این ذهنیاتی که خودم در مغز خودم دارم و این تخیلاتی که دارم و این آرمان خواهی رو که دارم بیام به واقعیتش تبدیل کنم. این آرزویه. من میگم حالا سوال بکنید از همه کنگره، بپرسید ایجاد قطب چپ براش کار کنیم یا نه، همه دست بلند میکنن. ولی واقعیت اینه که باید زمینه ها و ملزوماتش باشه، و یعنی نشستن با جریانات چپ به تنهایی این ما را به این امر مهم که از ضروریات هم هست نمیرسونه. البته رفیق جمال بعضن یک سری نکات اشاره کرد در مورد منطقه‌ای بودن جنبش کردستان و این بعضن رفقای من نخواستم، ولی فرض اینه که رفقای کردستان این بحثو نشنیدن، امیدوارم بتونم این منظور هم خودم و هم رفیق جمال رو به رفقای کردستان برسونم. رفقا جنبش کردستان واسه حزب کمونیست ایران دستاورده، این دستاورد به آسانی به دست نیومده. وقتی که ما اهمیت میدیم به جنبش کردستان، نه به خاطر اینکه میخوایم در یک جغرافیای مشخص فکر کنیم، نه به خاطر اینکه ما میخوایم خودمون رو توی پوسته قرار بدیم دیگه،
به بقیه قسمت های دیگه فکر نکنیم، نه به خاطر اینکه منطقه‌ای فکر میکنیم. دستاورد باید حفظش کرد، عملا در جهت تقویت حزب این. من به این رفقایی که ایراد میگیرن به تشکیلات ما، به این که اهمیت دادن به جنبش کردستان، منطقه‌ای فکر کردن، محدود شدن حزب و در جهت تضعیف حزب، من اتفاقا میگم این فکر در جهت تضعیف حزب. یکی بیا به من ثابت کنه، بگه دستاوردی رو که ما طی سالها مبارزه، در سه سالها مبارزه عملی، جانفشانی های زیاد به دستاوردیم، بیخیالش بشیم یه جا بذاریم، این در جهت تقویت حزبه؟ این کجاش در جهت تقویت حزبه؟ باید ثابت کرد. بعد من اینو مثال میگیرم، جنبش زنان مثلا شما حساب کنید، ما تو جنبش زنان، حالا چون که این محدوده جغرافیایی با یه سری مقبولات دیگه مثلا احتمال داره آدم تداعی بشه، اینو مثال قرار میدم واسه جنبش زنان. مثلا همین اعتبار ما که در جنبش کردستان داریم، در جنبش زنان هم داشتیم. بیخیال شدن جنبش زنان در این حالت آیا به نفع درجات تقویت حزب بود؟ یکی میتونست بگه شما ما خیلی به مسئله زنان میرسیم، اصلا تو فکر سراسری بودن نیستیم. این از چی؟ جنبش کردستان به نظر من دستاورد بزرگ حزب کمونیست ایرانه، باید حفظش کرد، تقویتش کرد. به نظر من از این سنگر باید واسه فتح سنگرهای دیگر هم استفاده کرد. با عرض سلام خدمت رفقای هر دو سالن، من میخوام نکته شروع حرفام با این نکته شروع بکنم که داخل استراتژی حزب هیچ حرفی از جنبش دانشجویی به میلیون نیومد، یعنی حرفی ازش نزدن. درسته من نمیخوام حرف بقیه رفقا رو ادامه بدم چون همه اشاره کردن، فقط من یه سوال دارم، چرا جنبش دانشجویی هیچ تعلقی الان نسبت به حزب کمونیست ایران نداره؟ باید این سوال از خودمون بکنیم، مشکل کار کجاست؟ یا اصلا چرا ما هیچ تعلقی به جنبش دانشجویی نداریم؟ این سوال دیگه مواقع رفقا توضیح دادن، من نمیخوام به خاطر زیخه و بیشتر توضیح بدم. ولی نکته بعدی میخوام با این شروع بکنم، همه اعضایی که داخل این تشکیلاتن، همه با میل و رغبت خودشون اومدن داخل این تشکیلات. خب موقعی که با میل و رغبت اومدی، یعنی باید هر وظیفه، هر کاری که تشکیلات واسه شما سازمان میده یا واسه شما تعیین میکنه، طبق آیین نامه، طبق اساسنامه باید رعایت بکنید. خب صحبت از کادرپروری اومد، خب آیا 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر میتونن 100 نفر رو پرورده بکنن، کاد پرورده بکنن؟ درسته رفقا خارج از کشور همشون کار دارن، مشغله دارن، گرفتاری دارن، ولی بلا استثنا هست. خب مدت 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه بگردن کردستان. خب ما موقعی که همراه این رفقا تو سایر ارگان کار میکنیم، بالاخره ما هم از این چیزایی یاد میگیریم. این کاد پروری از کجا بیاد؟ آیا رهبری 4 نفر، 5 نفر میتونن 100 نفر، 150 نفر رو آموزش بدن؟ خب ما همینطوری، من یکی خودم میگم کادرپروری. خب موقعی که من خودم هیچ کاری واسه کادرپروری انجام نمیدم، فقط شعارشو میدم، باید عملشم باشه. خب صحبت آموزش یا همون سازمان جوانان اومد میگن که رفیق شهرام و رفیق فایده صحبت کردن، گفتن نمیشه طبق اساسنامه آیین‌نامه حقوق و اختیارات ویژه کومله متمم اساسنامه حزب کمونیست ایران بند 4، سازمان‌های غیر حزبی لازم برای پیشبرد سیاست‌های خیش در جنبش ملی در کردستان را به وجود آورد. 5، سازمان‌های حزبی جدید به وجود آورد، در این مورد لازم است انضباط موازین تشکیلاتی و آیین‌نامه تشکیل این سازمان‌ها با اصول اساسنامه حزب کمونیست به تایید کمیته مرکزی حزب رسیده باشد. ولی اینجا من خودم یه پرانتز باز میکنم، خب ما نمیخوایم این سازمان تشکیل بدیم، چون واسه موقعی که داخل ایران هستیم و داخل خودمون، داخل حزب که میتونیم این کارو بکنیم. صحبت از رهبری نیست. یکی از رفیقا اومدن گفتن جوانا نمیتونن برن رهبری. منم میگم نمیتونن برن رهبری چون هنوز پرورده نشدن، هنوز پخته نشدن که برن رهبری. ولی واسه کار دیگه که موقعی که رفیقا آموزش بدن، این که ممکنه، ولی هیچ کس فکر نکنم تو صحبت‌های رفقا کلمه از رهبری وجود که بخوان جوانه برن تو رهبری. ولی من دوباره روی این سازمان جوانان تأکید میکنم. به نظر من شکست انقلاب 57، عواقب شکست انقلاب 57 عظیم‌تر از این بود که
کمونیست های ایران این عواقب این شکست رو بفهمن. سالها طول کشید، ده ها طول کشید که کمونیست های ایران در قبال شکست انقلاب 57 باز هم شیپور پیشروی رو میزدند. این عواقب خودشو حالا هم داره میبینیم. حاکمیت ارتجاع جمهوری اسلامی ادامه داشت، وضعیت طبقه کارگر، وضعیت فلاکتش به همون نسبت بدتر شد، ولی ما هنوز این شکست رو به روشنی به رسمیت نشناختیم. به نظر من خیلی مقولات قابل بازرسی، قابل بررسی دوباره است. معضلات گذشته کماکان به قوت خودش باقیه. شما بدون این که رو خود پاسخگویی به معضلات و راه حلها مرتب برید و دور بزنید اینها را با بحث‌های استراتژیک، به نظر من پاسخ معضلات امروز رو نمیده. از زاویه من جنبش سوسیالیستی تو ایران یه شانس‌هایی داره برای اینکه دوباره در بطن این اوضاع بحرانی و شکست‌ها بتونه قتلم کنه. یکی جنبش کارگری است و یکی جنبش ملی یا مبارزه اجتماعی ملی تو کردستان و به طور کلی تو ایرانه. تا جایی که به جنبش کارگری برمیگرده، من تو سالیان گذاشتم مباحثات خودم رو خیلی مکتوب در اختیار رفقا هم حزب و هم بیرون از حزب گذاشتم. به نظر من جنبش یکی از ضعف‌های جنبش کمونیستی و در اصل آن حزب ما کلیگویی اونه و کلیگویی که خودشو به معضلات نمیزنه داره خودشو دور میکنه. کمونیست‌ها به باور من، به برداشت من موظفن که از این کلیگویی به یک فعالیت مشخص در یک مکان مشخص خودشونو متمرکز کنن. من اسم اینو سوسیالیسم تو ایران گذاشتم، مبارزه برای متحقق شدن سوسیالیسم تو ایران. رفقا را مراجعه میدم به مباحثاتی که تو هم نشریه و هم تو سایت مبارزه طبقاتی تحت عنوان سوسیالیسم تو ایران و وظایف انترنسیونالیستی حزب مطرح شده. به نظر من خود رفقای رهبری حزب یه درک و تصور روشنی از بخش کار انترنسیونالیستی حزب ندارن، یا دارن اما ناروشنی و گنگی خیلی زیاده. به باور من مبارزه انترنسیونالیستی حزب یا کمونیستی مستقیما باید از ایران شروع بشه. از ایران شروع بشه، طبقه کارگر با معضلاتی که باعث درگیر پاسخ خودشو کمونیستا تا جایی که میتونن بدن و در بطن این پاسخ چند عنصر نهفته. یکی بحث آگاهیه تا جایی که به جنبش کارگری برمیگرده. نکته دوم بحث تشکلیابیه. همه آدم های واقع بین میدونن که تغییر در سطح اجتماعی به صورت انفرادی امکان پذیر نیست و این اجتماع رو میخواد، جمع رو میخواد، جمع متشکل، سازمانی یافته، و این کار میخواد، نقشه میخواد. سوال من اینه که حزب کمونیست ایران در این راستا چه گام های عملی در طول 30 سال برداشته است؟ پاسخ من این است: هیچ. تبلیغات عام کرده است. تبلیغات عام پاسخ معضلات مشخص نیست، کما اینکه ما هنوزم داریم میبینیم طبقه کارگر تو ایران فاقد تشکل سراسری و طبقاتی خودشه. به این خاطر تمرکز رو طبقه کارگر ایران و پاسخ به معضلاتش نکته مرکزی فعالیت کمونیستیه. کار انترنسیونالیستی استنتاجی از این فعالیت مشخص. من 100% شعار کارگران جهان متحد شهید رو قبول دارم، اما این شعار یه شعار استراتژیکه، رابطه مستقیم داره با بحث آیا انقلاب یه امر انقلاب سوسیالیستی یه امر جهانی یا کشوریه. این تو تاریخ جنبش کمونیستی خیلی بحث شده. بحث من اینه که مبارزه انترنسیونالیستی رو باید استنتاج از فعالیت مشخص کرد. طبقه کارگر ایران کمونیستا کار خودشون بدونن، وظیفه خودشون رو بدونن که به قدرت تبدیل بشن تو منطقه، یعنی کارگران ایران با کشورهای همجوار شبکه‌های همبستگی به وجود بیارن تا به یه قدرت تبدیل بشن و بتونن حرف خودشون بزنن. به هر حال من صحبتامو در این رابطه چیز می‌کنم. چند ثانیه که وقت هست، مباحثات دیگه خیلی زیاد مطرحه که در رابطه با به نظر من ببین اساسنامه هم قابل بحث، قابل تغییره، اما متاسفانه به دلیل اینکه رهبری حزب یک پروسه دخالتگرانه و اعضا و پیش نگرفت، ما اینو چیز نمی‌کنیم، بلش میکنیم برای کنگره بعد، برای بعد از کنگره. به نظر من تصویب این قطعنامه ها هم هیچ تغییر ایجاد نمیکنه و ما باید وارد یه پروسه بحث جدی بشیم که مربوط به سرنوشت طبقه و جنبش ما.
یادداشتی که الان قرائت میکنم از رفیق مراد محمودزاده است. با سلام و درود به تمامی رفقای حاضر در دو سالن کردستان و خارج جمع تشکیل کنگره 11م جهت تشکیل کنگره 11م حزب کمونیست ایران. رفقا، در جامعه ایران مشکل فقط به طبقه کارگر نیست، مشکل زنان بی خانمان، زنان کارگر و زنان تنفروشی که هیچ افقی در زندگی ندارند است. میزان طلاق به حد زیادی رواج پیدا کرده است. میزان خشونت‌های خانگی به علت بیکاری و گرانی و نتوانستن برآورده کردن نیاز خانواده از طرف مسئول خانواده به حد خیلی زیادی رسیده. حتی در چندین موارد سرپرست خانواده فرار کرده و خانواده را ترک کرده است. حالا دیگر به حدی فشار اقتصادی زیاد شده. اگر تمام خانواده کار کنند، به راستی نمیتونند خرج یک خانواده متوسط را در بیاورند. و در سالهای قبل در شهرها اگر یک زنی کار میکرد و یا مغازه‌دار میشد، مردم از آن ایراد میگرفتند. ولی حالا به علت فقر شدید اکثریت زنان در جامعه مشغول به کار به قیمت کم هستند. کارهایی از جمله ماست و پنیر فروشی، کار کردن در مناظر، در تالارها ظرفشویی میکنند. از طرف دیگر میزان ازدواج به حد خیلی خیلی کمی رسیده، چون گرانی طلا و لباس عروس و هزینه برای افتادن عروسی که همه به عهده داماد است صورت نمیگیرد. من خودم شاهد آن بودم که چندین عروس و داماد که عاشق همدیگر هم بودند و با همدیگر میخواستند با همدیگر ازدواج کنند، به خاطر اینکه پدران و مادران آنها مزاحم ازدواج آنها به خاطر طلا و جواهرات شدند، با عروسی آنها موافقت نشد، به شیوهی که خانواده های طرفین نتوانند به بدلیات فروشی ها مراجعه کنند، به جای 20 تا 30 مثقال طلای قرارداد عقد بدلیات خریدند. این اول مشکلات قبل از ازدواج است و بعد از ازدواج بیکاری شوهر و مشکلات خانوادگی شروع می شود. اگر عروس و داماد با هم دیگر توافق کردن، تازه به دنبال کار به بقیه شهرها برای کار در کورپسخانه ها و بقیه کارهای دیگر می روند. بعضی ها حتی بعد از تمام شدن فصل کار در کورپسخانه ها به خاطر اینکه نمی توانند کرایه منزل پرداخت کنند، همانجا در منطقه کاملا خلوت در یکی از اتاقهای کورپسخانه ها در پاییز و زمستان میمانند و میگویند کرایه نمی دهیم. از طرف دیگر دانشجویانی که فارغ التحصیلند ولی چهار تا هشت سال بار سنگین خرج تحصیلی مشکل زیادی دارند، برای خانواده به وجود می آورند به امید اینکه فردا فرد مثبتی برای جامعه باشند و هم خود بتوانند در هزینه زندگی خود را تأمین کنند، اما نمی توانند به خاطر اینکه بسیج نبودند و خیانت نکرده یا برای نمایندگان تبلیغات نکردند یا دست به دامان دستاندرکاران رژیم نشده، بیکار در جامعه می گردند. باور کنید در حال حاضر جمعی از فارغ التحصیلان از تحصیل خود پشیمان شدن و از طرف دیگر معتادین به اندازه قابل ملاحظه رو به افزایش است. مواد مثل کبریت در یک مغازه بخرید در دسترس کل مردم قرار دارد، مثل کراک، شیشه، تریاک و قرصهای روانگردان دیگر. میزان مریضی در جامعه به حد زیاد شده. کمتر کسی است که نزد دکتر برای علاج خود برود، چون هر دکتری انواع دستگاه تست قلب و بقیه دستگاه های دیگر دارد. اگر مریض به آنجا برود دیگر خلاصی ندارد. آزمایش های خون و ادرار و قند چربی و بقیه، به طور خلاصه مغازه‌ای باز کردن که هر کس وارد مطب شود باید با جیب پر برود و با جیب خالی برگردد، تا اگر بتواند آن را معالجه کنند و تشخیص درستی داشته باشند. رفقا، من نمیخواهم از این زیادتر وقت کنگره را بگیرم. میزان ناهنجاری های جامعه ما به حدی زیاد است که نمیتوان آن را توصیف کرد. این چند نکته ای از مشکلات و معضلات جامعه ماست. پس حالا چه راهکارهایی برای منسجم کردن
این همه نیروی سرگردان است تا به نیروی آهنین برای از بین بردن نظام سرمایه‌داری یه جمهوری اسلامی تبدیل شود. حزب کمونیست ایران به عنوان ابزاری برای رسیدن به جامعه عاری از فقر، فلاکت، گرسنگی، اعتیاد و تنفروشی می تواند در صورت امکان راهکاری برای منسجم کردن و نجات دادن جامعه از دست این همه ناعدالتی، بی‌حرمتی به انسانیت و بی‌حقوقی مردان و زنان شرافتمندی که حقوق آنان پایمال شده توسط عده‌ای زالو صفت و راحت طلب به یغما برده شده است. و در آخر من مخالف سخنان رفیق روناک آشناگر هستم که در سخنان خود دیروز گفت تا جامعه فقیرتر شود اعتراضات بیشتر می شود و چون در چنین شرایطی که کارگر 14 یا 16 ساعت کار کند چه رمقی برای فکر کردن در مورد خود و آینده و جامعه دارد و صدها دلایل دیگر. در پایان به امید پربار بودن کنگره و برای تمامی رفقا امیدوارم مسئولیت سنگینی که بر دوش دارن با قلب بر آن موافق باشن. به امید جامعه بدور از هر گونه تبعیض جنسی، قومی، مذهبی، ملی و نژادی و بدور از استثمار انسان به دست انسان، موفقیت تمامی رفقا در راستای اهداف انسانی از طرف مراد محمودزاده. کلیت این اسناد و این قدنامه را قبول دارم، ولی اشکالاتی جدی هست، باید بعد از کمیته منتخب کنگره باید حتما تحقیق کنه و در این اینا را دقیق تر با فرمول بندی و آب بندی شده که انتشار بیرونی پیدا کنه. من روی زیاد مکس نمی کنم، بخاطر این بحث در واقع من یعنی بحث تازه نیست. قبلا کنگره قبلی هم صحبت کردم، جلسات تشکیلاتی هم صحبت کردم. در واقع یعنی اگر بحث سراسری اگر به میان میاد، بحث ایرادگرایی یا شعار دادن نیست. این واقعیتیه، این ابزار خودش میخواه، این تشکیلات خودش میخواه، یعنی باید ساز ارگانهای خودش با وجود بیاری واسطه این کار. این نه تنها با شعار دادن یا من اراده کردم، با اراده باید حزب کمونیست ایران در جامعه تودهی کنید، اجتماعش کنید، نه با شعار دادن یا به همین قدنامه و برنامه استراتیجی اینا واقعا هرچند شسته و رفته و خیلی روشن و شفاف داشته باشیم، با اینم حزب تودهی نمیشه. حزب ابزار خودش میخواه، ارگانه خودش میخواه، سازماندهی خودش میخواه. ما اینه داریم، نمیگم نداریم، ولی آیا این نیرو براش گذاشتیم؟ به نظر من نگذاشتیم. این نیرو براش نگذاشتیم، انتظارم داریم اجتماعی بشیم. کمیته شهرها را نگاه کن رفیقا، 10 نفر توی کمیته شهرها هستن، 1 نفر از این کمیته شهرها حرفه‌ای کار میکنه. یعنی اینه میخوایم با این حزب اجتماعی کنیم؟ تودهی نمیشه با این سبک و روشی که ما از من گرفته تا رهبری این تشکیلات تا کادر و اعضای این تشکیلات، با این تودهی نمیشه، با این سبک از سر تا پای این تشکیلات از رهبریش تا آخر نفرش در خردکاری یعنی غرق شده، اصلا خودش پیدا نمی کنه. چجوری میتونی این حزب اجتماعی کنی؟ در صورت تمام هم و غم و هست و نیست، من نمیگم کار بی ارزشیه، ارزش نداره در کردستان کار کنی یا اینکه تمام هم و غم من اونجا بذار. به نظر من این حزب اگر تمام نیروش، تمام فعالیتش، تمام تلاشش در این عرصه در محدوده کردستان و در حول حوش جنبش کردستان محدود کنه، بعدن دودش به چش همین جنبش و همین کامله در کردستان خواهد رفت. خیلی از رفیقا آمدن از اینجا صحبت کردن، اینجا سنگر مبارزات سراسریه، آره، ولی نباید تمام هست و نیست من روی این فعالیت منطقه‌ای بذاریم. این عوارض داره، این باستاب داره. این از این رابطه خیلی رفیقا میگن این
شرایط خودشم میخواد، شرایط خودش که همین آدم ها همین حزب باید این احتمال به نفس پیدا کنه، با احتمال به نفس جنگ این برای بخشی از جنبش کارگری، بخشی از فعالین کارگری در این حزب بتونه احتمالش جلب کنه با این حزب کار کنه. در این رابطه نمیشه من اگر خود گرایشات یا رفقای در این حزب در رهبری آدم های در این حزب کارگران در این حزب هستن فعالین کارگری، ولی بخاطر موقعیت طلبی بعضی از رفقای رهبری یعنی رفقای که در کمیته مرکزی و یا در درون این تشکیلات هستن راشان نمیدن، حتی بر علشانن. بخاطر چی؟ بخاطر از موقعیتی که خودشان فکر میکنن به دست آوردن به خطر میفته. این واقعیتیه. من اگر متوجه بشم رفیق بغل دستیم از من تواناتره، من دستش میبوسم، میگم بیا تو بهتری، تو شایسته تری، تو باید این موقعیت بگیری. ولی برعد در این حزب موقعیت شده یک شده همه چی. این چیه؟ این چه مناسبات کمونیستی و تشکیلات واقعیه؟ این مشکلات برحال این سیاست ها که در این کنگره همه من خوندیم، همه من بحثم کردیم روش، ولی اگر این رهبری روشی در پراتیک و سبکار و روش کاریش اگر تغییراتی نده نمیتونه این را اجرا کنه. با اطمینان من اینه میگم.